سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رو همیشه کوکتل تی وی خیلی خوش اومدید به یک ویدیو جدید. یه مهمون ویژه داریم و یه سری ویدیو جدید. اسکی از خود رفیقمون هم هست و قراره بهتر جواب ندی با هم بازی بکنیم و مهمون اول سازنده خود این ویدیو پوریا پوتک. چطوری آرام جون؟ عشق منید بچه، دوستتون دارم خیلی زیاد، اینجام تو اونجای دشمناتون. لاوی، اول از همه قوانین رو بهت بگم، این با ویدیوهای خودت یکم فرق داره. فرقش چیه؟ اینجا همه سوالا اینجوری نیست که حتما باید جواب بدی یا ندی. یه سری سوالا که حتما باید جواب بدی از دید من جریمه داره و تو نمیدونی کدوم سواله. باشه، بعد از جوابت میگم. و جریمه چیه؟ هر یه سوالی که جواب ندی باید $50 به یه خیریه تو ایران کمک کنی. من به خیریه نمیدم، یه جا میشناسم واسه بچه‌هاست، به اونجا میدم. حتما. اوکی، خب بریم واسش. سوال اول، چرا جواب عریض جی جی رو نمیدی؟ چون چند بار به تیک انداخته. آخه دیگه ریاکشن رفته ما رو نقد کرده، پولشو در آورده. چی بگم، کاری باشتم. اوه یعنی جواب نمیدی که کلا یعنی... ببین دیگه زیاد تو فاز جواب نیستم، کلا دوست همیشم اونجوری جواب نخواهم، مگر اینکه دیگه یکی هرسمو در بیاره. فعلا کسی هرسمو در نیاره. بدترین و بهترین رپر ایران عدید پوریا پوتک. شعار نیست همه. ببین بدترین، اصلا بدترین چیزی به اسم بدترین نداریم. بالاخره هر رپری که استر کرده یعنی کارش درست بوده دیگه. حالا شاید از نظر من یه سری ها بد باشن. خب اون کیه؟ اوکی، ولی بهترین رپر حال حاضر به نظر من چرسیه. حال حاضر. اوکی، نظرمون الان ها شاید یه ما دیگه تغییر کنه. الان برای من الان نه این بنویسید علی سورنا چی این چی اون چی، نه بهمن علی سورنا داد قطعا برای من میشه علی سورنا. الان من میگم چرسی. یعنی قبول داری که چرسی رپر خوبیه؟ آه 100%. اوکی، تو قبول داری نیست؟ به نظر من آرتیست خوبیه، رپر خوبی نه. اصلا چه چیزی تعیین میکنه کی رپر خوبیه؟ به این به نظر من یه رپر خوب لیریکال باید قوی باشه، یعنی مخصوصا لحاظ پانچ لاین. لیریکال آه مرسی، انتقاد پانچ لاین رو بهش قبول دارم، ولی چیز عامه پسند خوبی ارائه میده. آرتیست خفنیه، آرتیست خیلی خفنیه، ولی رپر یه کوچولو. ببین نمیدونم آخه رپر اصلا یعنی چی. اوکی، از نظر من اونو دیگه، به تو چه؟ دقیقاً من تو نظر من خود آها وایسا بی ادبی نشه، من آرام دوستیم، یعنی من هنوز تو فاز تلفنم بود. نه اصلا واقعا به من چه، ولی تو نظر منو پرسیدی، من نمیخواستم نظر بدم، خودت پرسیدی. حرفت کاملا منطقی، وگرنه که به من. پوریا پوتک الان آتاییسته؟ من به خدا اعتقاد دارم، ولی نه اون خدایی که همه میگن. ولی من به دین اصلا اعتقاد ندارم. آخه قبلا خیلی مسلمون بودی نبودی؟ کلن آدمایی که اینجوری میشن قبلا خیلی مسلمون بودن. اوکی، یعنی باید خیلی تو اون مثلا برگردی به قبلم، شاهین نجفی هم چیز مدعا بوده دیگه آجی. کلا باید خیلی بری تو اون زمین اطلاعات کسب کنی تا بفهمی درست یا غلط. البته درست و غلطش من تعیین نمی‌کنم، کاری هم به این کار ندارم، هیچ وقتم نمیام بگم بی دین باشید یا با دین باشید. میام مثلا یه سری حرفو بزنم ولی دیگه نمیام، اونجوری نیستم زیاد. تو اون فاز من خودم اعتقادات خودم دارم، خیلی هم به اعتقاداتم معتقدم و قبولش دارم. اوکی، به طلسم دنیای جادو باور داری و آیا واسه خودت حالا 100%؟ من هر روز واسه خودم دعای نویسی انجام میدم، جادوگر شخصی هم دارم. جدی؟ بله. دوستام هم میام خونمون، میتونی ازشون بپرسی، کل خونم پر دعاست. نه من خونم اومدن تمیز کردن، انقدر دعا دیدن ترسیدن، یه سری جا رو تمیز نکردن رفت. منم الان ترسیدم دیگه اونجا. اونجا باشم که بله، اینو اولین بار دارم تو برنامه تو میگم، اینم بگم. دمت گرم. دلیلش هم اینه. پوریا رو همیشه مست گیر بیارید. به خاطر نزدیکات و اینکه ناراحت نشن، تا حالا همکاری رو کنسل کردی ام از ویدیو یا همکاری؟ انقدر زیاد. به خاطر کیو؟ ببین من نمیتونم بگم به خاطر اون شخص، من به خاطر اون شخص اون کار کردم، ولی اون شخص همیشه بهم گفته که به خاطر من هیچ وقت کار نکن، میفهمی؟ ولی من بازم میدونی یه احترامه دیگه. اوکی، ولی به خاطر یه نفر نبوده، به خاطر چند نفر خیلی کارا رو چیز کردم. اوکی. بیشترین حق فیتی که گرفتی به علاوه بیشترین حق فیتی که دادی؟ $25,000 بیشترین حق فیتی که گرفتم. بعد حق فیتی که دادم یعنی چی مثلا؟ بیشتر حق فیتی که دادم $350,000. او
و اون چیزی که تو ذهن منه فکر میکنی همونه؟ تو ذهن همه است. امیدوارم بیاد یه روزی کون همه اعتراض بسوزه. اوه اوه اوه. آتیشی شد. اینو گفتی اصلا هول شدم. باور نمیکنم چی چیزی رو بگی. پرید زلم رفت یه سمت دیگه. چرا نباید بگیم باید پول حق فیت بدی؟ همه دادن. هر ایرانی با خارجی فیت میده یا پول حق فیت داده یا یکی رو تیغیده. اوه. اوه. نمیخوام فکرم یه سری جاها بره تو اینجا که چیز بشه برداشت با خود. من منظور خاصی نداشتم، این حقیقت محضه. یه نفر تو فاز رب باشه خودش میتونه بفهمه. اوکی. اصلا اونا با ایرانی ها فیت نمیدن، بفهمی ایرانی تخمت هم ثابت نمیکنن. این بعد بیای توشون تا بفهمی. بعضی از مخاطبا یه ایده ای دارن و میگن اگه نسل یک پرکار بود نسل جدید آنچنان شنیده نمیشد. قبول داری یا نه؟ متاسفانه قبول دارم. اوکی. یعنی دلیل اگه نسل یک پرکار بود شاید خیلی شنیده نمیشد. اوکی. همون رپر بدایی که تو ذهنتن نمیخوای بگی؟ اصلا، حتی رپر خوبا هم شاید به این سادگی معروف نمیشد. رپرهایی که واقعا قوی هن و الان جزء تاپ 5 هن، اونا هم معروف نمیشد. معروف میشد آنها ولی به این سرعت معروف نمیشد. اصلا سکوت بیش از حد باعث شد که سیر روند قدیما که اینجوری نبود. قدیما تو کون خودت باره میکردی باید معروف میشدی. دقیقا. البته الان هم اینجوری یا معروف شدن به راستویی نیست. یعنی استعدادم داشتی سخت معروف میشدی، ولی الان یه ذره بهتر شده. ولی بازم مطمئن باشید سخت میشه دیگه، چون داره زمستون میاد و باید منتظر نسل یکی ها باشید، چون وقتی اونا بیان دیگه به نظر من کار دادن بیفایده است. دقیقا. قدیم اینجوری بود که تو اگه میخواستی معروف بشی یا باید با یه رسانه خیلی گونده سنگی میبستی یا باید یه نسل قدیمی معرفیت میکرد، همین که اسمت بغل اومد میترکیدی. ولی الان دیگه ما اونو نداریم تقریبا. و الان دیگه فیت پولی هم جواب نمیده. خیلی ها فیت پولی میدن اصلا نمیتونی بشناسیش. الان یه جور دیگه شده، یه ذره کثیف شده. باید بری به یه کسای دیگه پول بدی، یه کارهای دیگه برات انجام بده. اصلا دیگه اونجوری نیست. به نظر من کلا فیت پولی نده کسی. یعنی اونایی که جدید میان اصلا فیت پولی ندن، چون اصلا ارزش نداره. باید خودشون تنها بیان. آره، منم از حالا بعضی وقتا ازم میپرسم، میگم به واینرها یا مثلا اینستاگرامرها و اینا برید هزینه تبلیغ بدید. اینا پول بدی بهتره تا به پول فیت بدی بکسی. چون جا افتاده دیگه. یا اگه میخوای پول فیت یا پول فیت قراره بدن به یه نفری بدن که دیگه واقعا چیز باشه. مثلا یه برو پول فیت به حسین ابلیس بده، واقعا بده. امکان خیلی زیاد معروف بشه. ابلیس دیگه. ابلیس اصلا چند تا فیت داره مگه؟ آره میگم باید پول به آدم درستش داد دیگه، اونجوری نیست. اون پولا هم سنگینه، هر کسی نداره متاسفانه. نه دیگه، اونا هم سنگینه دیگه. میخوام برم سراغ یه دسته سوالایی که اینا متفاوته. اینا من دو تا جمله رو میگم که میتونه نظر مخاطبا باشه یا حاشیه‌ای که هست. از این دوتا نکته اگه یکیش درست بود باید بدون هیچ توضیحی بگی آره، اگه جفتش غلط بود میگی نه. خب یه سوال میتونم بپرسم؟ آفر. بپرس. اگه اصلا سه تا چیز میگی حتی اگه یکیش درست بود میگم آره. بله. یعنی شاید من بگم آره دوتاش غلط باشه. درسته. بله. ولی اگه از نظر من همش غلط بود میگم نه. دقیقا. فهمیدم. بفرمایید. دقیقا. هیچکس مجاهد ام جی وصله؟ آره. اوکی. یکی از آرتیستا که الان اسمشونو میارم درخواست غیر منطقی واسه فیت داشته، حسین فدایی هیدن. آره. اوکی. این همکاری ها قرار شکل بگیره، هیدن حسین پوتک هیدن. آره. اوکی. اوکی. خیلی باحال جواب دادی اینا رو. این دسته تموم شده. سوال سختی بود. ببین اون آره آخریه یه جوری ها، ولی آره خود، یعنی امیدوارم. چی؟ صد قطع شد. آره آخریه رو یه جوری گفتم ولی امیدوارم یعنی. اوکی اوکی. با یکی از ویدیوهای اخیرت که دادی قصد شیطنت داشتی؟ او خیلی هاشو. نه این یه اخیر بود، خیلی تازه بود. آره آن اخیر خیلی تازه بود؟ نه تو معذور تو فهمیده. دو سه هفته گذشته. نه نداشتم. یعنی اتفاقی همه اون داستان افتاد؟ نه اتفاقی نبودش. یعنی خب منظور تو بذار درست بگم، منظور تو فهمیدم چی. ببین قرار بود یه روزی بیاد، نشد بیاد. درست. اون چیز کثیفی که تو ذهن تو شد یه تاریخ دیگه، منم انداختم عقب که نیفته رو اون تاریخ فکر بدی پیش بیاد. دیگه من کجا میدونستم ترک لیک شد زودتر بیاد؟ من اصلا موضوعی نداشتم. نه اوکی کامل خودت توضیح بدی. می‌خواستم فقط چیزی بگی واز نشه. آره خیلی بد بعد پرسیدی مردم فکر، چون واقعا قصدی نداشتم. یعنی واقعا قصدی نداشتم. اوکی. حتی میگه نداشتم دیگه. خودش داره میگه. خب آقا
بدترین آهنگ رپی که تا حالا شنیدی کدومه؟ خیلی زیاد آنش. یه دونه که میذارن تو اصلا این چجوریه که گوش میده؟ ببین من کلن چیزم، مثلا بیشتر خیلی نیوها رو گوش میدم، یعنی اصلا زیاد رپ گوش نمیدم به خاطر اینکه نمیخوام کلماتی که استفاده میکنم بره تو ذهنم. خب اوکی. نیوهای خیلی نیو، یعنی فکر میدونم چند سال دیگه میترکن اگه به درستش زیاد تو فازشم. ولی بدترین ترک همین ترک آخرت ساسی مانکم. او رپی نیست آخه؟ اون گفتم رپی، رپی اونجوری نیستم آخه، واقعا اونجوری نیستم. اوکی. مثلا تو بیای تو ماشین من بشینی پلیلیستم همش خارجه، اون وسط یه منفیس دورچی هم ببینی اینجوری. خب حالا بهترین نیویی که شنیدی به قول خود از این نیوهای جدیدن کیه؟ خیلی از این نیوها که علکی دارن معروف میشن از نظر کی مثلا؟ کی مثلا؟ امکان نداره بهت بگم، چون یعنی یعنی معروف خواهم بینه، یعنی بری دارن علکی زود معروف میشن، اصلا الان وقتش نیست، خیلی جا دارن. خب ولی قطعا استفاده شده. بهترین نیو به نظر من سیناتا 100%. پروژه های سیکشن 13 که تا الان دادی پروژه‌ای بوده که پشیمون بشی از پخشش؟ متاسفانه یکیشو مثل سگ پشیمون. اوکی. و اینکه اون هدفی که میخواستی تو همین مدت کوتاه بهش نزدیک شدی یا نه؟ آره سیکشن 13 یه ذره قراره چیسترش. تصمیم دارم از سال جدید میلادی خیلی خاص‌ترش کنم، یعنی دیگه نمیخوام رادیو جوان تایپ باشه، میخوام خیلی خاص شه دیگه، هر آرتیستی رو نیارم توش، میخوام دیگه مثلا هر چی میاد توش یهو دیگه بگم پشمام. دقیقا یه نقدی بود که خودم داشتم ازت، این که چون اول راهه بعد یه امضایی داشته باشه که ترکه بیاد بگن اوه سیکشن باز آهنگ داد، ولی یه سری آهنگا یه جوری بود که انگار بودن، مثلا حتی فاز یوزر بودن به آدم دست میداد. نه زشته، این حرفت زشته، درست نیست. فازیه که دست میداد دیگه، من که نمیدونم پشت صحنه چی. آخه ببین منم منظور تو رو میفهمم، پشت صحنه هیچ چیزی نیست، خیلی ها فکر بد میکنن، ولی خدایش بالاخره رپرها خودشون احتمالاً یه روزی در این باره خواهن حرف زد و همشون، من مطمئن حالا تو سیشن 13 و مطمئنم هیچ رپری از دستم ناراضی نشه توی سیشن 13 با هر کی کار کنه. ولی یه نقد ازت دارم، من وقتی دارم نقد میکنم میگم به نظرم این آرتیست یوزره، کجاش زشته؟ یوزر بودم اگه بده، اگه بده خب نشید. نه خب ببین بالاخره هر کسی برای شروع مجبور یوزرشه، همه که از اول شاه نیستن، اما یوزر. آره ولی یوزر داریم، تا یوزر داریم که معلوم رپره، حالا پولم داره خب خدا رو شکر بیاد کارهای خفن بزنه، ولی بعضیا رو داریم که بگی چی داری بگی؟ نه تو داری از رو چیز میگی، تو چی؟ دلت پره داری، دلت بابا فلم کن پره چی؟ نه مثال بزنم اسم آرتیست بیانم. نه مثال نزد آهنگ بد آهنگ بد آهنگ بد دیگه، دل پر چیه؟ من اصلا اولین آهنگی بود که از طرف میشنیدم. بابا مگه همه آهنگ خوب قراره همیشه بدم؟ بالاخره هرکی آهنگ بد داره دیگه. از استعداد ما آهنگ خوب، اگه اسم استعداده که یه لیبل مثل سیکشن 13 میخواد بده بعد آهنگ خوب باشه، اگه نباشه برام میشه یوزر، متوجه ای؟ سوال بعدی تو. خب آقا چی کرم داره بچه ها؟ بگو کرم چی آقا دارم؟ این به هر حال این چیزه باید بیاد دیگه، راحت بتونیم همه با هم حرف بزنیم. مثلا این نقدی که خودت، من واقعا باید راحتم. ببین آخه من واقعا دارم، من واقعا نظر واقعی رو دارم بهت میگم، چی دارم. آره نه اصلا خودم یه جا پشمام ریخ از اون که گفتی و اینا، ولی مثلا اینجاست یه کوچولو مثلا تو کاراکتر خودت من حس میکنم خیلی ملوی که هیچکی از دستت ناراحت نشه و نسبت به اون نقد میکنی، ولی یعنی یه سری اثر رابطی به کاراکتر رابطی به اون نداره. خب اونجوری هم نیستم، وحشی هستم من، به قولن الان فوله دارم دیس نصف همه توشونه، ولی خب من اینو یکی دو تاشو برای من زنده خونده. آره دیس دارم. خب آخه دلیلی ندارم، وقتی واقعا من با کسی مشکل ندارم چرا باید یکی دیس کنم؟ ولی آمادم یکی به من تیکه بندازه که کونم بسوزه جوابشو میدم، کونم نسوزه جوابشو نمیدم. تو از اینایی که قاطی کنی به جای اینکه وایس بدی میری ترک میبندی ولی پخش نمیکنی اونجا آروم میشی؟ آره من اصلا رپر تلگرامی نیستم، بیف دارید بیاین تو صورتم. اوه اوه تیزی. اوکی یه سوال خیلی عجیب، مدل سوالای خودت، همه رو هم جواب داده، هیچ کدوم نبود که جواب نده جریمش نمانیم، همه رو جواب داد. چی شد سیگاری شدی؟
حاجی ننم داره میاد کانادا، فکر کنم یه ماهی برم تو ترکیه. ببین سیگاری یادمه تو دانشگاه بود، یه پاکت ماربورو قرمز گرفتم نشستم کشیدم، از همون موقع خوشم اومد از دود. یعنی فاز اینو داشتی که بچه باحالم یه سیگار تو دانشگاه بکشم انگار بچه باحالم دیگه. مثلا پرشیای باور رو گرفته بودیم رفتیم گفتیم ماشین و سیگار با هم میطلبه. ولی نکنید این کارو چون یه عمر میمونه روتون. میخوایم برگردیم به اون آدمه یه چک بزنید که بگی نکن اینا انداختینو. نمیخوای برگردی به اون موقع یه چک بزنی بگی نکش. ببین بدترین چیز دنیاست اصلا. آخه ببین اصلا فایده نداره الان که نمیتونی کسی رو نصیحت کنی. من نمیتونم بگم نکشید. من تو ویدیوام به همه میگم الانم، چون تو ویدیو تو هم سیگار میشم، تو ویدیو خودم عمرن سیگار اصلا امکان نداره تو بخوام سیگار بشم. دارم بهت میگم آخه اصلا دیگه همه میدونن سیگار بده دیگه. آخه اصلا دیگه توضیح نداره. خب بده دیگه دیگه اصلا لازم نیست به توضیح نیست. سیگار بده دیگه. آخه تا وقتی عادتت نشه نمیفهمی که چقدر بده. میدونی چی میگم؟ یعنی اون عادت. یه سخنی از خیلی دوستش دارم میگه که تا وقتی که تو با سیگار حال کنی خوبه، ولی وقتی سیگار با تو حال کنه یعنی تمومی. آره. بعد این سخن رو میتونی که میفهمی وقتی 7 روز سیگار نکشیدی، یهو یه جا میری مست میکنی سیگار میکشی. دقیقاً. یه با سیگار حال میکنی. و اینا که هر روز صبح میشی سر درد میکنه سیگار میکشی، قهوه میخوری سیگار میکشی، غذا میخوری سیگار میکشی. سیگار میکشی، یکی بهت گیر میده سیگار میکشی، اس ام اس بعد میاد سیگار میکشی. باید پول بزنی به یکی سیگار میکشی، باید پول بگیری کسی سیگار نمیکشی. یکی از دلایلی که حالا تو همه ویدیوهای من تو سیگار میکشی میدونی چیه؟ چون تو سیگار طلبی. نه و منم بهت اجازه میدم چون معمولا اینجوری هم که نکشید اگه چیز. ولی میدونی چرا؟ چرا؟ چون همیشه مستی رو الکل سیگار نکشه. هر وقت ویدیو میدیم داره. این بده. خب حالا که حرف و نصیحت رو گفتی و اینا دیگه کارساز نیست، ولی بهترین نصیحت که شنیدی چی بوده؟ قبل از داشتن پول، پول خود را خرج نکن. ایول حاجی، اینو من همین دیروز پیروز داشتم به یکی میگم، تا پول دستت نیومده خرجش نکن. خیلی مهمه، خیلی مهمه. خیلی قشنگ گفتی، اصلا فکر نمیکردم اینو بگی. خیلی بمبه. تا حالا به مخاطبات دروغ گفتی؟ نه واقعا، ولی همیشه من اسمم بد در میره. هیچ وقت دروغ نه، ولی بدقولی کردم. مثلا بگم این جمعه آلبوم میاد و جمعه سه ماه بعد بیاد و یا مثلا دروغ بزنم. دروغ واقعا نگفتم. میدونی مشکل من چیه؟ همیشه به گا میرم. نه چیزا رو گنده میکنم. آها، اینه که من همیشه خودم هم بهت میگم تو ویدیو عد نمیکنم و گنده جلوش میدم. کسخل کارتو داری میکنی بکن دیگه، انتظار رو میبری بالا. چون یه اتفاقا چند وقت پیش فکر کنم به خودت گفتم که انقدر پیش فعالی و دوست داری در میون بذاری، مخاطبات هم فکر میکنم خیلی بهشون نزدیکی. من ولی پیش فعالیم داره خطرناک میشه، یعنی اصلا نمیتونم بخوابم. کلا 2 دقیقه باش نمیشه حرف زد، همش اینجوریه که وایسا کار دارم بودو. اصلا آره نمیتونم حرف بزنم، زود خدافظی میکنم. این بده. یعنی یه سودایی به هم میره سونا، هی کار میکنم، ولی از یه طرف هم داره فهم میکنم داره شدید میشه. آره نمیتونه، بعضی جاها نمیتونه. این حتما باید یه کاری بکنه. اینو فکر کنم یه دکتر برو. آره دیگه، من یه تلگرام فیک دارم کسی مثلا نمیدونه. اون تو هم یه چنل پرایویت دارم. اوهو. مثلا میخوام به یکی گیر بدم میرم اون تو مینویسم، کسی نمیبینه، صفره. بعد انگار نوشتم. آها، یعنی خودتو گول میزنی؟ مثلا تو به من تیکه میندازی، من فردا میرم تو تلگرام و فیکم به تو فوش میدم، انگار مثلا همه دارن میبینن ولی کسی نمیبینه. آها، یعنی اینجوری خودتو گول میزنی دیگه ذهنتو انگار کارا. آره، بعضی وقتا که حرف میزنم رو کامپیوتریم هستم که تلگرام اصلیمه، دیگه حال ندارم برم رو اون کامپیوتر فیک، رو همون پیاف حرفامو مینویسم تو تلگرام. خب اون لینک یه جایی یهو یه جوری در بره چی؟ اون لینک در بره بگا میرم بدون شک. بچه‌های هکر عزیز و از اینجا. آخه اون لینک اصلا نداره، اون تلگرام اصلا یه خط آلمانمه. اوکی. خب لو دادی که. اشکال نداره، خط آلمانمو هیچ کی نداره. اصلا یه وضعیت مخوف. یه سوالی هست که همیشه میپرسی. من اینو جوابشو خودم میدونم. خب نه اینکه بهم گفته باشی، یه اتفاقی و حالا لو دادم جوابو. احتمالاً همونو بگی، ولی ببینم چی میگی. سلبریتی که نزدیک ببینی نظرت کلا عوض شه، حالا چه خوب چه بد. نمیتونم جوابتو بدم. $50. نه خیلی جوابش آسونه. تو بگو ببینم آسونه بگی. حالا $50 که اونجا موند، اون هیچی. من جواب بگم نمیتونی.
زمانی که با کچی بیتس بیف داشت، این خوبش هم خودت همیشه میگی ها، همش بده نیست، خوبم هم زمان بیفه بود و من اومدم حالا ببریم جلو بوشیدو با سوال کوینا، خب داستان با هم داشتن دیگه، با هم هم در ارتباط نبودن. پوریا هم رو همه جوز داشت اون موقع. نظر خوبم عوض شد، نظرم خوب شد در موردش. آره نظرت بعد بود خوب شد دیگه، اگه یاد بشه. که اینجوری بود من فکر کردم ثابت کردم، نزدیک دیدم نظرم امروش بد شد. نه دیگه خودت میگی چه خوب چه بد، تو سوال خودت هم میشه میپرسی. لیتو سپی خلص واقعا میگم، یعنی اصلا اینا رو نزدیک کچی رو حالا بزن بگم. کچی رو خیلی داستان بود، اینجوری بود که نه من نمیام مثلا فلا اینا، حالا راضیش کردیم اونور سوال کچی راضی کرد، اومدن تو گروه دو تا وایس به هم دادن، نظرشون نسبت هم عوض شد، اینجوری بودن که این چقدر باحاله، اون یکی اینجوری بود چقدر بد، شانس سمیترین رفقه هم خیلی عجیب بود. همه همینن دیگه، همه فکر میکنن رپرها قراره بیان مثلا فوش بدن همو بگیرن، بعد یهو میاد مثلا میگیم سلام سکسی، همه چی عوض میشه. اصلا خیلی با همون بعد آنی جفت و تالا نیدادم دو نفر اینجوری نظرشون نسبت به هم اینجوری عوض بشه، خیلی جذاب. یه داستانی رو چند روز پیش گفتی توی تلگرامت، گفتی اگه بی حالم دارم عمل صورت میکنم برای ویدیو، چیه آره، داستان؟ آره. سوراخه دیگه، ببین سوراخه جا این برم هم سوراخه. یعنی چیکار داری میکنی؟ یه بار رفتم سوراخ میکنن نخو میکنن از یه تا این تایت. بعد باید دو هفته بعد دوباره برم جامو سوراخ کنن، فکر کنم فردا هم فکمه. آخ آخ آخ، چند تا کاره واسه امیری، واسه امیری، امیری خیلی موضوعش متفاوته، اصلا نمیتونم زیاد واسه اون توضیح بدم. امیری یه موزیک ویدیو عادی نیست خب، ولی یه سری اتفاقا میفته توش، یکیشو نمیتونم چند تاشو توضیح بدم. یعنی عملها هی به مرور زمانه، هی دو هفته بعد دو هفته بعد دو هفته بعد اینجوری پیش میره تا برسه به موزیک ویدیویی که در آخرین لحظات دقایق امیری اتفاق میفته. یعنی خب اینا قراره چی بشن؟ صورت چهرهت قراره عوض بشه یا فقط سوراخ میکنه؟ چهرم یه 6 ماه عوض میشه. 6 ماه. ویکند، یعنی مثل ویکند؟ میخوای گول داری میزنی ما رو؟ نه دیگه دارم میرم انجام بدم دیگه. حالا ولی گوش کن، الان دوباره این همون قضیه است که دوباره چیزی رو میگم عدش میکنم همه میگننم. امکان داره مثلا، امکان داره یه سری اتفاقا بیفته تو این دوران نشه به اون شدتی که میخوام برسه. یه تغییر صورت 6 ماه است، ولی چیز قشنگی نیست برای ویدیو قشنگ. بعد خیلی کارم سخته، باید خیلی ویدیو جدید آماده کنم که موقعی که اون روزایی که نمیتونم ویدیو بگیرم اون ویدیوامو بذارم. یعنی باز دارم میگم بچه شاید نشه بعضیاش، نگایید منو، دوستتون دارم. آیا پشت چنل های ریاکشن مافیایی هست؟ یعنی مثلا تو پول نمیدی به من ازت تعریف کنم؟ من کیرم هم نیست، زدم افتادم، من چیکار کنم؟ خودم خندم گرفت. کلیتش اینه که این قضیه خیلی دارکه و من تو جایگاهی هستم که نباید در موردش حرف بزنم از نظر من، ولی دیر یا زود خیلی هاشون به گاه میرن، چون یه سری چیزا لو میره. و یه چیزایی هست که میدونی که قراره لو بره. من هم اکثر رپرها میدونن دیگه، ولی لو میره دیگه، بخوان نخوان لو میره. یه داستانی حالا باحاله، من این سوالم خودم پرسیدم، بعضی هم مثلا اینجوری هم، مثلا طرف اینجوری فلانی بهت پول داده وایساشو بذاری، حالا طرف نسلیه که خار و مادر، یعنی از شروع کننده. یعنی من اینارو نمیدونم، من کاری به شما هم ندارم و یه از الان بگم آقا دعوایی که بین خودتون میشون اصلا به من ربطی نداره، من دارم نظر واقعی مون، من خیلی چیزا میدونم نمیتونم بگم. این بود از این و سوالا رو کردیم. چقدر خسیسی پوریا، همه رو گفتی؟ چرا من همه رو گفت؟ آخه خب باشه، $500 میدیم به خیلی. بابا شوخی دارم میکنم. خب $500 میدیم دیگه، اوکی عزیزم. 50 تا باختی ولی 500 میخوای بدی خودت میدونی، دمت گرم عشقی. من یه جا هست بچه ها واسه مدرسه شون کیف و ایناست، به اونجا میدم. دمت گرم، چون من دیگه با آدم بزرگا کمک نمیکنم. آخ 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 آخ، چه حرف دارکی زدی. خب همه سوالا بود، دمت هم گرم به خاطر اون هزینه و این کمکی قراره به خیریه بکنی. اما یه نکته داره این ویدیو و تو آخرش قرار نبود بهت بگم و اون اینجاست، و اینکه در آخر این ویدیو تو باید یک نفر رو دعوت کنی به این ویدیو و خودت هم باید اون شخص رو بیاری. این کارهای اومدنشو عجب باوشیه بچه ها، میبینیده؟ صدات قد شد بچه ها، شنیدن صدات قد شد و برکن کار آهنگه. یه بار دیگه واقعا صدات قد شد اینترنت.
میگم چقدر باهوشی دیگه، خودت که میدونی ایده با ایده سلطانه. بعد خودم بیارمش. ببین یعنی بعد خودت بهش زنگ بزنی میگی آقا این برنامه رازیش کنی بیاد، بعد بیاری اون شخصو، نیاد باز یه جریمه. ببین دو نفر رو میگم، حالا هر کدومشون وقتشون آزاد بوده برات میگم بیا. خب اوکی. یکی کچی بیت. اوکی. سه نفر رو میگم، سوال کلیتو، من به سه تاشون میگم. اوکی. ولی ترتیب اولویتی هم اینجوری میشه که کچی بیت، لیتو، سوال. با خب گفت باهوش یارو، خودش هم باهوش جواب داد، رفت سمت کسایی که قطاری هم همو میگن. گفتم الان میره یه سمتی که چیزه، ولی دمت گرم است که اومدی. من خودم بیارم. آره. چیز میشه دیگه، یعنی دوست دارم بدقول نشی، مطمئن باش بدقول نشم یهو، چون میتونم همه رو بیارم ولی شاید بعضی ها سه ماه بعد بیان، میفهمی؟ تو برنامه تو به فنا میره. آره. اونایی که تو فست ترین حالت میتونم بیارم. اوکی دمت گرم. پس قسمت بعدی یکی از این سه تا سوالای مربوط رو تو اینستاگرام ازتون میپرسم، بپرسید که بریم واسهش. اینم بود از این قسمت اول، لایک و سابسکرایب این داستان ها. بزنم بچه ها بابت سیگار کشیدم عذر میخوام، و اینکه همتون رو خیلی دوستتون دارم، مسخره کردم سوالا رو راست جواب بدم. اصلا برام مهم نیست آرام کوکتل تی وی چه سایدی داره چه سایدی نداره. من سایت دارم شخص. نه منظورم من این نیست، یعنی اصلا برام مهم نیست که تو نظرت چی بود، من نظر واقعیمو خودمو گفتم. من اصلا کاری به سایدایی که آرام ده. ساید حالا ساید منظورم هر چی، فکرایی که اون نظرایی که اون داره ندارم. بچا من همه چی رو راست گفتم بهتون، و اینکه هر چیزی که تو دلم بود گفتم. دوستتون دارم خیلی زیاد. بازم میگم ببخشید سیگار کشیدم دیگه، یه ذره مخاطبای آرام متفاوت‌ترن و رپی‌ترن و اصولا شاید سنینشون بالاتر باشه، ولی مخاطبای خود من فرق می‌کنه. درک دوستتون دارم خیلی زیاد. عشق منید دیگه، هر جا هستید موفق و پیروز باشید، با پر از پول. فقط به فکر پول باشید، گول هیچ کس رو نخورید. فقط به فکر پول باشید و ریدم دهنه دشمناتون. مرسی. سلامتی هم یادتون نره البته. سلامتی در وهله دوم. دمت گرم که اومدی تا ویدیو بعدی. سی یو سون.